با سلام به شما عزیزانم و دوستان برگزار کننده کتاب ماه تهرانتو یا تورنتو، به ویژه نویسنده گرانقدر خانم فرشته مولوی. از من خواسته شده که در باره کتاب شعبان جعفری نظرم رو با شما در میان بگذارم و شاید بشه گفت یک بررسی کوتاهی روی این کتاب داشته باشیم. امیدوارم که قابل استفاده باشه براتون. کتاب همونطوری که میدونید عنوانش هست شعبان جعفری. کتابی که من راجبش صحبت میکنم چاپ دوم این کتاب هست که سال 1381، بهار 81، نشر ناب در کالیفرنیا لس آنجلس اون رو منتشر کرده در 486 صفحه. البته این رو به این خاطر میگم که کتاب چاپ‌های متعددی داشته. در ایران هم گویا نشر سالس اون رو منتشر میکنه که من اون نسخه رو ندیدم. کتاب به شکل پرسش و پاسخ تدوین، تنظیم و تهیه شده. روزنامه نگار گرانقدر خانم هما سرشار پرسشگر هستند و این کتاب رو در واقع تهیه کردن. کتاب حاصل همونطور که خانم سرشار میگن 80 ساعت نشست و 30 ساعت در واقع گفتگو ضبط شده هست و خب میتونید تصور بکنید که بعد هم پیاده کردن اون گفتگو و تنظیم کار چقدر وقتگیر و سخت بوده. کتاب به گمان من فقط یک پرسش و پاسخ نیست. با زحماتی که خانم سرشار کشیده کتاب به یک کتاب پژوهشی و تحقیقی بدل شده، به شواهد و اسناد زیادی مورد استفاده قرار میگیره، مقایسه میشه با پاسخهای آقای شعبان جعفری و در واقع این شواهد و اسناد تکمیل کننده و گاهی تصحیح کننده سخنان ایشون هست و همینطور زیرنویس کتاب، پیوستی که به کتاب هست اضافه شده، مقاله های متعدد، تصاویر گویا و خوب، پینوشت ها، کتاب نامه و همینطور میشه گفت نمایه یا نامنامه. در مجموع آنچه که بر این کتاب اضافه شده در رابطه با تدقیق کار، همونطور که گفتم کتابو به یک اثر تحقیقی و پژوهشی تاریخی بدل کرده. این سوال در رابطه با این کتاب پیش میاد و پیش آمده که آیا اصلا تدوین چنین کاری سخت ارزش داشته، اهمیتشو داشته یا نه. من قبل از اینکه به محتویات این کتاب اشاره بکنم مایلم که روی این سوال مکس بکنم و نظر خودمو بگم. به گمان من مصاحبه با آقای شعبان جعفری کار با ارزشی است، کار پر اهمیتی است و میشه گفت یکی از آثاری است که یک گوشه های تاریخ، در واقع تاریخ اجتماعی ما رو روشن میکنه. چرا؟ برای اینکه ببینید گروه اجتماعی جاهلها و لاتها که من البته تحت این عنوان نام میبرم و در مقاله هام و در کتابی که در آینده در حال تدوینش هستم این رو باز کردم که اصلا میشه به اینها گفت گروه اجتماعی. چرا جاهلها و لاتها؟ میدونید که راجع به جاهلها و لاتها شاید دهها صفت، نسبت و اسم وجود داره. اینها رو من اونجا باز کردم که اینجا الان فرصتش نیست. تنها این رو میتونم بگم که گروه اجتماعی جاهل ها و لات ها که در واقع میشه گفت استحاله یافته به هر حال گروه هایی هستند که در تاریخ ما از شاید دوره هخامنشیان به این سو وجود داشتن، از عیاران و فتوتیان و ملامتیان و ده ها نام دیگه. این گروه در جامعه ما به ویژه در 100 سال گذشته ایفای نقش کرده. همیشه البته ایفای نقش میکردن اینها، ولی در این 100 سال مد نظر من هست. نقشی که اینها ایفا میکردن یک نقش سیاسی و نقش اجتماعی پر اهمیتی بوده.
ما اگر راه دور نریم، البته خب دوره مشروطه رو که حتما اطلاع دارید نقش اینها رو که احمد کسروی بهش پرداخته و دیگران، اما دو سه مقطع رو در نظر بگیریم میتونیم توجه بکنیم که ببینیم واقعا که نقش اینها چقدر پر اهمیت بوده. 28 مرداد سال 32، 15 خرداد سال 42 و همین انقلاب خودمون تا به امروز. بنابراین با توجه به اینکه این گروه اجتماعی نقش پر اهمیتی داشته، ارزش و اهمیت گفتگو و در واقع ثبت میشه گفت نظرات و به نوعی رفتار سیاسی اجتماعی یکی از چهره ها و لیدرهای یک چنین گروه اجتماعی خب حائز اهمیت خواهد بود، به ویژه اینکه ما رو بیشتر با اون هویت و اون ویژگی های این گروه آشنا میکنه. بنابراین به گمان من کتاب ارزش زیادی خواهد داشت، به ویژه اینکه به این نکته من اشاره بکنم، واقعیتش اینه که تاریخ نگارهای ما، جامعه شناسان ما، روانشناسان و روانپزشکان ما و حتی کسانی که در زمینه سیاسی فعالیت میکنن به این مسئله کم پرداختن، به این گروه اجتماعی علارغم تأثیر اجتماعیشون و تأثیر سیاسیشون و بهشون کم توجه شده. البته اخیراً یک مقداری توجهات بیشتر شده، در داخل ایران میبینیم خاطرات و آثار زیادی تو این رابطه منتشر شده، در خارج کشورم به هر حال توجه و دقت هست. در داخل ایران میدونید جدا از آثار شهری و دکتر منظرپور، خب کتاب های در رابطه با طیب حاج رضایی منتشر شده، در رابطه با سایر جاهل ها و لات ها، خود جاهل ها و لات های مذهبی خاطراتشون رو منتشر کردن که اهمیت داره، مثل حاج مهدی عراقی، مثل خود هادی غفاری، شیخ شجونی و محسن رفیق دوست و دیگران. به هر حال میخوام بگم که به این صرافت افتادن، یعنی واقعیت این رو تحمیل کرده که این گروه اجتماعی گروه اجتماعی مهمی بوده و باید بهش پرداخت، اون رو شناخت و به هر حال به اهمیتش پی بود، به ویژه امروز که اینها پاره‌ای از حکومت اسلامی هم هستن. اما پرحرفی نکنم، برگردم به خود کتاب. کتاب در بخش‌های مختلف تنظیم شده، از پیش گفتار و نخستین دیدار خانم سرشار با آقای شعبان جعفری تا دوران کودکی و نوجوانیش، تا اینکه ایشون چگونه سیاسی شدند و به هر حال نقش ایشون در 28 مرداد، بعد از 28 مرداد 15 خرداد تا انقلاب و بعد هم مهاجرت ایشون به خارج کشور. من روی بعضی از این فصل ها یه مکس کوتاهی میکنم برای اینکه با این کتاب، البته به احتمال شما آشنا هستید، ولی روی این بخش ها فکر میکنم که یه نکاتی هست بهتره با هم راجبش اونجا برای گفتگو بشه، من هم نظرم بگم. پیش گفتار کتاب با اینکه خیلی دلنشین و جذاب نوشته شده، بگم آن من حاوی اشکالاتی است که به هر حال از یه روزنامه‌نگار برجسته‌ای مثل خانم هما سرشار، لااقل من فکر میکردم که چنین انتظاری رو من نداشتم. البته میگم این نظر من هستش. در پیش گفتار کتاب درست صفحه اول، موقعی که آدم میخواد وارد ماجرا بشه، شعبان جعفری البته از قول دیگران به گونه‌ای معرفی میشه که واقعی نیست. شعبان جعفری به عنوان بانی کودتای 28 مرداد و در واقع کسی که عامل سقوط دولت ملی دکتر مصدق بوده معرفی میشه. البته همطور که میگم از قول دیگه خانم سرشار رو طرح میکنه، ولی به هر حال در نخستین صفحه کتاب این میاد. بگمان من این واقعی نیست، هیچ تا حد اطلاع من هیچ نوشته، هیچ گفته و هیچ سندی طرح نمیکنن که ایشون بانی کودتای 28 مرداد بودن.
بانیان کودتای 28 مرداد چه عوامل خارجی و چه عوامل داخلی شناخته شده هستند و آقای شعبان جعفری به عنوان یک ابزار میشه گفت سرکوب و نمایش از جانبی البته اونجا ایفای نقش کرده، نقشش هم به هر حال پر اهمیت بوده اما بانی نبودن. یه نکته در پیش گفتار هست که به گمان من در ورود به کتاب آدم فکر میکنه که تا حدودی شخصیت سازی و به نوعی غیر مستقیم خب غلو میشه. نکته دیگه که در پیش گفتار هست، پیش گفتار غالبا خب بعد از اینکه کتاب تدوین بشه می نویسند در حد اطلاع من. اگر بپذیریم که خانم سرشار اطلاعی از گذشته آقای شعبان جعفری نداشته بر اساس نوشته های متعدد اسناد و شواهد، که چنین چیزی البته بعید است، ایشون به عنوان یک روزنامه نگار فعال و با دانش بدون تردید اطلاعات کافی داشتن، اما اگر بپذیریم نداشتن، خود این کتاب نشان می دهد که شخصیت شعبان جعفری به عنوان یک جاهل و لات، که حالا من اشاره به این شخصیت خواهم کرد، اون نیست که در پیش گفتار کتاب به خواننده کتاب در بد به ورود به کتاب معرفی میشه. شعبان جعفری از قول خانم هما سرشار در واقع چهره‌ای بلند طبع یا با طبع بلند تیزهوش و به هر حال یکی از مرد سالاران جنوب شهر، از باستانکاران مرد سالار جنوب شهر و به هر حال عناوین دیگه این گونه‌ای معرفی میشه، در حالی که در یک برخورد همه جانبه و دقیق به گمان من باید مطرح میشد که این شخصیت یک شخصیت دوگانه است مثل همه جاهل ها و لات ها. خود کتاب نشون میده که متاسفانه این شخصیت چه شرارت ها و چه رذالت هایی، متاسفانه ببخشید من این کلمه رو به کار میبرم، در همین گفته هایی که خودشون طرح میکنن داشتن، که من حالا به اونها اشاره میکنم. البته معناش این نیستش که اون طبع بلند و یا به هر حال یک ویژگی های لوتی منشی و نکات مثبت ایشون نداشته، ولی در هر حال موقعی که این شخصیت معرفی میشه بهتره که جنبه های مختلف شخصیتی ایشون مطرح بشه که در پیش گفتار به این مسئله توجه نمیشه. البته در پیش گفتار نکات دیگه هم هستش که من وقت شما نمیگیرم. خب قول داده میشه از طرف آقای شعبان جعفری که واقعیت ها گفته بشه. باز در کتاب ما میبینیم که حتی خود خانم سرشار هم یکی دوبار اشاره میکنن، یا در مقایسه هایی که با اسناد دیگه هم هست میبینیم که همه واقعیت رو نمیگن. من امیدوارم به خاطر پیری و حافظه باشه، عمدن نباشه، ولی خب به هر حال ایشون بعضی جاها رعایت نمیکنن اون قولی رو که دادن، یا رعایت نمیشه، یا اینکه به هر حال اون رابطهشون با خانم سرشار که به هر حال رابطه حضوری یک تأثیراتی هم میذاره. خانم سرشار هم میگن که ایشون اون کمبود دانش کتابی خودشو در یک دیدار حضوری با یک حس خوبی منتقل میکنه به مخاطب خودش و کسی که اونجا هست، که خب من هم این رو باور دارم چون ما این تیپ آدم ها زیاد بودم و به شکل شوخی عرض بکنم رو خانم سرشار هم این حس تأثیر میذاره. خانم سرشار هم به عنوان یک روزنامه نگاره زن، ما میبینیم که بعضی موقع در پرسش هاست از کلماتی استفاده میکنه که شعبان جعفری هم استفاده میکنه، مثل کلمه حال کردن، نشمه و نکات این دستی، که این دو سه نکات، نکته که من عرض کردم در حاشیه است و بیشتر جنبه تفننی داشته. ولی دو نکته اساسی در پیش گفتار، یکی قلوف کردن در مورد جایگاه ایشون و یکی برخورد با شخصیتش، به گمان من خالی از اشکال نیست. اما در مورد فصل های دیگه، در مورد کودکی و نوجوانیش، خب حتما مطالعه کردید یا مطالعه میکنید، اونجا دوستان صحبت خواهند کرد که ایشون در یک منطقه سنگلج در ما از طرف کاخ دادگستری بگیریم، اون موقع میگفتیم پشت پارک شهر تو خیابون شاپور متولد شدن، بزرگ شدن در همون مناطق درخونگاه و دباخونه و اینها، که خب گفته میشه در منطقه جنوب شهر، ولی اونجا منطقه جنوب شهر نبوده، ولی بافت و ساختار اون محله ها
بافت و ساخته جنوب شهری بوده، با اون معنایی که در جنوب شهر بوده. زندگی ایشون کودکی و نوجوانیش نشون میده که ایشون در کودکی و نوجوانی هم همونطور که خودشون شهر میدن به عنوان یک بچه طبیعی و یک نوجوان طبیعی و نرمال به هر حال نبودن و دلایل مختلف داره، من نمیخوام حالا تشخیص طبی بذارم، ولی به هر حال اون ویژگی های محل، اون ساختار و خاستگاه خانه، خانواده و دوستان و همالان و آنچه که به هر حال بهتر از من میدانید اونها تأثیر گذار بوده، ولی در مجموع اشکالاتی هم ایشون از همون کودکی داشته، دعوا میکرده، کتککاری میکرده، درس نمیتونسته بخونه و نمونه هایی از این دست. بنابراین از همون دوران کودکی که ایشون توضیح میده آدم میتونه بارقه های یک برخوردهایی رو که در بزرگسالی در ایشون رو هم دیدیم بتونه ببینه. فصلی از کتاب یا فصلهایی از کتاب اختصاص پیدا میکنه به اینکه ایشون چگونه سیاسی شدن. خب خود این یک مقداری شخصیت جاهلها و لاتها رو برای ما باز میکنه که من به اون اشاره خواهم کرد. اما چگونه ایشون سیاسی شدن، ایشون خودشون طرح میکنن که یک بار میرن برای یک تماشاخونه، برای اینکه یک نمایش ببینن، به تئاتر فردوسی میرن یا به قول خودشون تماشاخونه فردوسی و مستن بودن گویا، یا البته یه جایی ادعا میکنن که مشروب هیچ موقع نخوردن، ولی اونجا میگویند که همچین حالت طبیعی نداشتن. حالا من نمیدونم منظورشون از حالت طبیعی چی بوده، ولی در هر حال با این که میگویند تصادفی رفتن، ولی به نمایش نامهی میرن، یعنی به تئاتری میرن، تئاتر فردوسی که عبدالحسین نوشین اون شب اونجا نمایش مردم که فکر میکنم مال هنری گیبسن باشه، ولی در کتاب خانم سرشار نام دیگه ای هست، یا ممکنه من اشتباه کنم. در هر حال نمایش نامهی که با روحیات میشه گفت اون آقای شعبان جعفری خانایی نداشته، به هر حال میرن برای دیدن این نمایش ظاهرن، ولی اونجا به هر حال تئاتر رو به هم می‌ریزن، جلسه رو به هم می‌ریزن، با اینکه مطرح میشه که رجال، برخی از رجال سیاسی هم آن شب اونجا بودن. به هر حال می‌بینید که همچین نمیتونه خیلی اتفاقی باشه ماجرا که شعبان جعفری با اون ویژگی‌ها بره برای دیدن یک تماشای، یک نمایشی، ولی سر از یک چنین تئاتری دراره. اون شب اونجا رو به هم می‌ریزه. بعد که اونجا رو به هم میریزه خودش نقل میکنه که بعدن از طرف دربار کسی رو میفرستن با ایشون صحبت کنه. دربار خوشش اومده بوده مثل این که از این که یک همچین موجودی به هر حال هستش که میتونه یک تئاتری رو به اون شکل با حضور رجال سیاسی در تئاتر و اون همچنین تئاتری که بیشک دربار را خوشایند نبوده به هم بریزه. به هر حال یکی میاد باهاش صحبت میکنه، خودش میگه 500 تومان بهش میده، ولی طبع بلند ایشون به گونه ای بوده که 500 تومن کم میدونه، به هر حال 2000 تومن میگیره گویا و یک رابطه‌ای برقرار میشه از همونجا بین آقای شعبان جعفری و دربار. اما قضیه یه به شکل دیگه ای میشه. شعبان جعفری سر از فدایان اسلام در میاره، با فدایان اسلام همکاری میکنه، با آیت الله کاشانی همکاری میکنه، با مصدقی ها همکاری میکنه، حتی با فاطمی نزدیک میشه و در نهایت به یک شیفته و عاشق محمد رضا شاه بدل میشه و دربار. یعنی یک همچین تلون، یک همچین شناوری و ناپایداری رو ما در برخوردش میبینیم. برای همین هست، چون در شروعشون گفتم در تئاتر فردوسی چه کرده بود، برای همین هست خیلی ها فکر میکنن ایشون از همون آغاز از طرف دربار به عنوان جاسوس به گروه های دیگه میرفته. البته این کار رو هم یکی دو مورد خودش میگه کرده، از فدایان اسلام خبرچینی میکنه به بیرون. ولی در هر حال اگر ما بیشتر گفتهای خودشون رو مستند بکنیم قرار بدیم، خیلی عذر میخوام، قرار بدیم، ایشون با این گروه های مختلف در واقع فعالیت میکنه تا همون گونه که گفتم نهایتاً می ایسته به عنوان یکی از هواداران و شیفتگان سرسخت دربار و شاه. اون چه که در اینجا من یه اشاره بکنم
و برم رو فصل بعدی، این هستش که همینجا ما با شخصیت جاهل ها و لات ها که یک نمونه خوبی آقای شعبان جعفری هست آشنا میشه. لات ها شخصیتی هستند، جاهل ها شخصیتی دارند، شخصیتی ناپایدار، شخصیتی واقعا میشه گفتش که شناور اگر بشه گفت. و این شخصیت، شخصیت دوگانه، از سوی نکات مثبتی در شخصیتشون دیده میشه، از سوی نکات منفی. ولی این شخصیت دوگانه باعث میشه که اینها همیشه یک حس بی‌اعتمادی به خودشون، یعنی اعتماد به خودشون ندارن دارن و همیشه دنبال نقطه اتکا برای زندگی و حضور اجتماعی میگردن، چنین شخصیت هایی. و ما میبینیم که جاهل ها و لات ها در دو گروه مختلف بخشیشون این نقطه اتکا رو نهاد پادشاهی و سلطنت دیدن در طول تاریخ و بخشیشون در واقع نهاد دین و مذهب. بنابراین اینو ما همین اینجا که در مورد شعبان جعفری صحبت میکنیم میتونیم ببینیم که این خودش چگونه این حالت ها رو داشته تا در جای پاشو صفر کرده که به نظرش میومده جای قابل اتکایی هستش. حالا اینکه اینها به سمت قدرت سیاسی میرن دلایل دیگه ای هم داره، من الان بهش نمیپردازم. میدونید بستر فرهنگی جامعه ما، همینطور خود نهادهای پادشاهی و نهاد مذهب هم نقش دارن. میدونید سلطنت خودش هم دنبال لاتا و جاهل ها رفته و میره و دین هم همینطور و مذهب هم همینطور، روحانیون در جامعه ما همینطور به دنبال لاتا و جاهل ها رفتن، یعنی دو طرفه بوده. حالا با تطمیع و تحبیب و به هر حال مسائل مالی و در اونایی که به سمت دین میرن خب مسائل مذهبی و اینها. میخوام بگم که دلایل مختلفی داره اینها گرایش پیدا میکنن به سمت قدرت‌های مختلف، ولی یکی شخصیتشونه که ما این رو در همین فصلی که راجع به شعبان جعفری دنبال میکنیم میبینیم. نکته دیگه‌ای که در رابطه با همین سیاسی شدن شعبان جعفری هستش و اونجایی که من راجب شخصیت شعبان جعفری اشاره کردم قابل اهمیت هست، اینکه شعبان جعفری واقعا نشون میده که اون شرارتی که من عرض کردم، اون پاره منفی شخصیتی که من عرض کردم که ایشون هم به هر حال به دلایل خواستگاه طبقاتی، خانوادگی، محلی، نزدیکیش به سلطنت و همینطور مذهبی بودنش و ویژگی های تشیع، یعنی با این یک همچین مجموعه میگیره و همون کودکیش که عرض کردم، میبینیم که برخورد ایشون با مخالفان خودش چگونه بوده. در یک بخشی یا بخشهایی به این مسئله پرداخته میشه که ایشون چه نقشی داشته در حمله به مطبوعات، دفاتر روزنامه ها، ضرب و شتم روزنامه نگاران، تخریب در واقع امکانات مخالفین و زدن مخالفین. حتی خودش میگه با جیپ میرفته، با جیپ خودش، ماشین خودش در میان تظاهر کنندگان که به هر حال مخالف به سیاسی بودن و این نوع برخوردهایی که ایشون خودشون در خاطرات خودشون میگن. اینها جدای از ضرب و شتم روزنامه نگار مان کریمپور شیرازی هست که خودش میگه ترتیبشون میده و بعد هم ضرب و شتم دکتر فاطمی هست که البته ادعا میکنن و میگه من ایشون دکتر فاطمی رو چاقو نزدم ولی زدمش. به هر حال فکر میکنه که خوب اون زدنه زیاد اشکال نداره، حتما باید چاقو میزده که اشکال داشته باشه، با این لحن میگوید. برخوردش با دکتر فاطمی و همینطور برخوردش با چهرهای دیگه، الان یادم افتاد، با یک روحانی بالای منبر به هر حال گفته هایی میگه که باب میل ایشون نیست، ایشون روحانی رو از روی منبر میاره و میبره به هر حال در دفتر خودش، در اون باشگاه خودش و میگه من با اون
ترتیبشو داده، کاری کرده که نه خودش روش میشه تو کتاب بگه با اون روحانی چیکار کرده و نه به هر حال اون روحانی که من نمیشناسم جایی هم نخوندم که مطرح کنه. به هر حال میخوام بگم که اون روحیه خشونت طلبی و خشونت آفرینی، اون روحیه سلطه جویی، اون روحیه‌ای که بخشی از شخصیت اینا رو نشونده، این توی این کتاب از زبان خود شعبان جعفری مطرح میشه که به هر حال من اشاره کردم که خب بهش کم توجه میشه. جدای از این مسئله، البته من نمیخوام واضح نمونه هایی رو بگم، فکر کنم وقت گیر میشه. نه به هر حال میرسیم به 28 مرداد. نقش ایشون رو در 28 مرداد همگان تا حدودی میدونن. تا 28 مرداد زندان بوده، ولی به هر حال دولتیان آزادش میکنن که اون بیاد بیرون و همراه با گروه خودش و چه حتی زن هم، چه زنان، برخی از زنان و مردان، اون کارهایی رو که میخواد در واقع انجام میده که ما باهاش آشنا هستیم. بعد از 28 مرداد هم میبینیم که ایشون چگونه به دربار نزدیک میشه، حتی میگه گاهی ماهانه شاه رو میدیده و روابطشو با دربار، با شاه، با عمرهای ارتش، با شخصیت ها و چهره ها میبینیم که چه رابطه های بسیار نزدیکی بوده و به عنوان همونطوری که گفتم یک ابزار سرکوب، الان دیگه نه کمتر، به عنوان یک ابزار نمایشی تبلیغی ازش استفاده میشه. بعد از 28 مرداد در کتاب شعبان جعفری هم میشه دید که بین گروه های جاهل ها و لات ها یک انشقاق و انشعاب میشه. در واقع گروهی که شعبان جعفری هست و حول باشگاه ایشون و ورزش باستانی و زورخانه، و گروهی که به سمت طیب حاج رضایی و اون گروه میرن که اونها گرایش پیدا میکنن به سمت روحانیون، که اون خودش به هر حال داستان دیگری هستش. تا مقطع انقلاب، و در مقطع انقلاب هم باز هم ما میبینیم که تلاش میشه که دیگه باز از شعبان جعفری و گروه اجتماعی، گروه جاهل ها و لات های طرفدار دربار، از اون طرف هم روحانیون کار میکنن، در پروسه شکل‌گیری انقلاب استفاده بشه، که البته روحانیون کار میکنن ولی از طریق طرف دربار با مشکلاتی مواجه میشه که البته شعبان جعفری ادعا میکند که شاه نمیخواسته که اونها وارد عمل بشن. تا مقطع انقلاب، که مقطع انقلاب هم قبل از اینکه انقلاب رخ بده به هر حال ایشون مهاجرت میکنه، میاد به خارج کشور. داستان مهاجرتش هم در کتاب داستان مفصلی است، کشورهای متعدد و باز هم با شخصیت‌های متعدد، فعالیت‌های متعدد، تا سرانجام اینکه به هر حال در لس آنجلس ساکن میشن و اونجا زندگی میکنن. من فکر میکنم به اندازه کافی صحبتمو کردم، پرحرفی نمیخوام کرده باشم. به هر حال این یک طرحی است من فکر کردم از این کتاب داده بشه. اگر من بخوام جمع‌بندی بکنم، البته میگم کتاب نکات گفتنی بسیار داره، اگر قرار بشه که گفته بشه به هر حال وقت بیشتری لازم هست و وقت گیر خواهد بود، اما کتاب با ارزشی است. کتاب همونطوری که اشاره کردم گوشه های تاریکی از تاریخ اجتماعی ما رو که بسیار پر اهمیت بوده روشن میکنه. بنابراین تلاش که خانم سرشار کرده رو به هر حال باید قدر دانست، علی رغم ضعف و لغزش هایی که هست. من فکر میکنم کار بسیار با ارزش شده و چه تاریخ نگاری ما، چه جامعه شناسی ما، چه حوزه ادبیات ما، که البته خب حوزه ادبیات ما و به ویژه حوزه سینمای ما تا حدودی به مسئله جاهل ها و لات ها پرداخته، شاید بیشتر از حوزه جامعه شناسی، اما به هر حال باز هم نیاز هست در این حوزه و در حوزه های دیگه این گروه اجتماعی شناسونده بشه، کار بشه. این چهره ها، چهرهای این گروه باز به همین شکل حال میتونه به اشکال مختلف شناسونده بشن تا ما شناخت بیشتری، یا لااقل نسل بعد ما،
شناخت بیشتری از این گروه اجتماعی پیدا بکنه، آن هم گروه اجتماعی که همونطوری که عرض کردم امروز به عنوان یک گروه اجتماعی فعال و چهره‌های فعال در حکومت اسلامی حضور دارند و عملکرد سیاسی، فرهنگی و به ویژه امنیتی دارند. من ازتون خیلی ممنونم که دعوتم کردید و اگر احیانا کمبودایی در گفته من هست میبخشید. ممنونم ازتون. با درود، رادیو پیام تنها رادیو فارسی زبان در شرق کانادا است که از ساعت 10 صبح به وقت هالیفکس، 5 بعد از ظهر تهران، روزهای یک شنبه به مدت 2 ساعت به صورت زنده اجرا و پخش میشه. برای اطلاعات بیشتر و همچنین برنامه‌های گذشته به وبسایت ما radiopayam.ca مراجعه کنید. Listen to CKDU 88.1 FM every Sunday at 10 a.m. for Radio Payam with your host, Amir. On air since 2009, Radio Payam is the only Farsi show on the East Coast. For more information, visit radiopayam.ca.